با عرض سلام خدمت دوستای محترم که اینجا حضور دارن و بیننده های عزیز، بعض قوانین یا برخورد هایی که میبینه از هر قوی که باشه که شرم‌آور است. واقعا انسان به هر صورت خجالت میکشه وقتی که باز مخصوصا دو جمع او هم باشه یا نامش یاد شد. شما با این برخورد افتخار میکنین یا این شرم‌آور؟ نه، این واقعا شرم‌آور میدانم. به این خاطر بازم در بین سقوی دولت افغانستان ما فکر میکنم که به نحو فساد اداری و فساد و شراکت در فساد یا بدبختی هایی که سر جامعه ما میه یک نوع اشتراک است. یعنی اگر مثلا پدر وکیل باشه، بچهش وزیر است، برادر شتمن والی است و یکی دیگهش قاضی است، فامیلشان به این خاطر نمیتونه که هر سه قوه وظیفه اصلی خود انجام بده، یا او نظارت کنه یا اجرایت خوب کنه یا او قضاوت خوب کنه. و باز ببینیم که در این قوا کسایی که آمده عموما یا اکثریت بگوییم کسی است که به نحوی یا در جنایات 30 سال افغانستان دخیل بوده، دستش به خون مردم آلوده است، یا متهم است، یا مرتکب جنایت است، و یا خیانت های ملی که در فیلن صورت میگیره به نحوی در فساد اداری. یعنی شما اکثریت این مردم جنایتکار میشمارین؟ در سه قوا کس گفتم به نحوی یا جنایت کردن یا شریک جنایتکارا بودن یا امروز در کشت مواد مخدر، در پروسسش، در قاچاقش، خصوصا شورای ملی. و میایم در سر مخصوصا شورای ملی که از این نمیتونه که جدا باشه و نیستن عملکردشان که میبینیم. باز مخصوصا این قانونی که تصویب شدن که در 20 ماده و 4 فصل و 20 ماده است، امتیازات بر خود که خواسته و واقعیتش تا جایی که من خبر دارم و شاید دیگه وکیلا و سناتور هایی که وجدان داره رو باید پنهان نکنه، در پشت صحنه هر دو مجلس یک توافق داشته سرش یا یک جرامت کرده بوده که باید بسازیم یک چیز برای خود. و این قانون اولین قانون شما جرامت چه وقت صورت گرفته بود؟ یعنی سرخاکیش کار کرده بودن، چون چند بار ما خودم شنیدیم و دیدیم که اینا شیشتن در بین خود نشستای داشتن، ولی که نمیفهمیدیم که چی چیزا کدام حلقات بودن که روی از این مسوده کار کردن. اما از اعضای شو ولیسی جرگه بودم، از اعضای مشران جرگه، بخش مخصوصا بخش امتیازاتشون که کمیسیونای امتیازات هر دو شورا ده زیادتر نقش داشتن. یعنی ذهنیت سازی قبلی به خاطر تصویب یعنی خاکیش مجلس صورت گرفت، خاکیش پشت صحنه دخیل بودن هر دو تاش، اما تصویب چون اینا خواستم که این افتخار به یا این شرم به چی برای خود کمایی کنه، اونا شروع شکرده. و این اولین قانون نیست و آخرین قانون هم نیست. شما این اولین قانونی که بگویم ازی کرده خجالت تار آور یا خائنانه تر بود، این بود که قانون بخشش عفو عمومی رینا. خب خواستم که تصدیب بکنم قانون مصابه هر دو مجلس که به توصیه رئیس جمهور رسیده باشن. خب همین خاکیش یا تصویبش هم تقریبا تا از اینجا که تصویب شد مطمئن باشین که رئیس جمهور باز به این صورت رد نکرده و توان جرات هم نداره که رد کنه. هیچ وقتی کاش که اوتربی بود. خب او را فیصدی یا نمیتونم دقیق بگوی 3% یا 2% یا 5%، اما نظر به ضرورت های مردم اگر ببینیم یا نظر به امتیازاتی که خود نماینده های شورای ملی میگیره، ما میگیم که کمترین و کمترین کار به مردم کرده. او فیصدیش ما میگیم که 90% باشه وقتی که مشکل مردم حل نشه، یا 5% یا 3% صفر است. هیچ از نظر شما روزی که روز جلسات عمومی ببینیم که اکثر قوانین میمانن به تصویب نمیرسه به خاطر عدم نصاب، شما میبینید که دائما غیر حاضرای دائمی دارن در دو مجلس که به طور نمونه گفتیم مردم هم یکیش که جناب صبغت الله مجددی است که شما ببینید 4 سال تمام غیر روز اول که آمده سوگند خورده که من کار میکنم تا امروز نامده و یک روز پولش نسخته، یک روز پولش در شورا نسخته، همیشه وقت دائم ماش پره میگیره. و مثل از او در دو مجلس بسیاری مردم هست. چرا در کل شورای ملی افغانستان این همه کوتاهی را داره؟ خیلی حال بخاطر که گفتیم یکی پیش یکی دیگه نمیتونم. او میگه قرباغه را گفت چرا صدایت میکشی، گفت دنم پراب است و صدای به این خاطر اینا نمیتونه صدای واقعی مردم خود بکشه، به خاطر که اینا یکی با یکی دیگه زده بند داره. اگر وکیل گفتیم که در اینجاست، برادرش وزیر است، شما ببینین که جناب عثمانی خودش مثلا وکیل است، برادرش وزیر خارج است، او کجا میتونه برادر خود نظارت کنه؟ دیگیش میبینیم که خودش وکیل است یا سناتور است، پدرش یا برادرش والی است، قماندان است. شما اگر امیر مقامات یا چوکی های مهم افغانستان
یک جنبندی شوه کلشون، اینا همشان یک با یک دیگه رابطه داره، به این خاطر نمیتونه که نظارت بهتر بکنه. اما مبتنی بر قانون باشه خانم. اینا اگر اینا بازبند به قانون می بود، ما پیشتر گفتیم که اینا خود بالاتر از قانون میدانه. یکی که بعض وقتا حکومت هم برشان رشوت میده. شما ببینید وزیرایی که خواسته به طور نمونه وزیر انرژی و آب و وقت اسماعیل خان خواست بیش از 70 کارت سرخ بلند بود که استیضا کردن، وقتی که آمدن 30 کارت هم بلند نشده. چون به این خاطر ولیسی جرگر زیادتر میگیم کاش که از خودشان هم میبود کسی، چون اونا صلاحیتشان به مراتب بیشتر هستند. تصمیم هایی که میگیرن اینا لمی قانون اگر ما رد کنیم یک بار دیگه برای به جلسی چرا چون این نشای برای از اینا پول میتن کنم مسئله دیگه چی مسئله؟ یه یک چیز واقعی است همونطور که خودشان گفتن که حتی در تشنابا در پس کنجه های شورای ملی پیسه تقسیم میشه از طرف وزیرها. اینو مطمئن باش شما ببینید وزیر داخلی که بسم الله محمدی رو اونا گفتن بی کفایت از بیرون کردن، یک ماه بعدش رو وزیر دفاع ساختن. یک کسی که وضعیت داخلی خود نتونه چطور میتونه از تمامیت ارضی دفاع کنه. اینا ببینید در طول 10 سال عمر شورای ملی اردو مجلس یک کسی که خلاف کرده باشه با اینکه به سالن وزیر مالیات دیدین شما که آمد چندین نفرشان افشا کردن، مشخص گفتن کی قاچاق چی میکنن و چی کار میکنن هیچ درخواست. اما اگر واقعا اینا ملامت نبودن به خاطر دفاع از حیثیت خودم حاضر نشدن که به سران ولی برن، پس معلوم میشه که اینا خودشان میفهمه که چقدر خائن است. و خود وکیلای محترم مثل بلبل دیروز برخی حقایق پرده برداشتن، گفتن که 20,000 پاسپورت سیاسی از طرف وزارت محترم خارجه افغانستان برای دکاندارا توزیع شده. چرا؟ یک فاجعه نیست؟ و اینا رو گفتیم اینا کی توضیح میکنن؟ خب طبعا که یا خود وزیر واسطه است یا خود وکیل واسطه است یا از ارگ ریاست جمهوری برش فرمایش داده میشه. شما باور کنین که چنین کاری در دنیا کدام سابقه داشته به نظر شما؟ خب در حالت افغانستان ما گفتیم نوکر بودن یا نوکری هم فرق میکنه، از افغانستان که حالت استثنایی داره. شما ببینید این تو رسوایی در بسیاری کشورها که تمویل میشه یا مستمر است یا پولش مستقیم حاکمیتش از طرف کسی دیگه کنترل میشه، هیچ گاهی رسواییش به این سرحد نرسیده که اما با گفته خودشان 8 میلیون 4 میلیون 2 میلیون 1 میلیون انسان خو بر فریب بوده برآمده به انتخابات، 1 میلیون خو برآمده دیگهش کلش تقلب، حداقل 1 میلیون انسان نتونستن که دو نفر بشانن در نهایت، ولیکن دلار یا بی 52 جان کری نرد 48 ساعت آدم ساختن که امشب مهمانی دارن، بی شرمانه مهمانی میخورن. ببینید نه هیچ کس از مردم شرم و حیا ندارن. ما به می خاطر میگیم خیانتی که خارجی ها کردن این بودن که کسایی که در جنایت 30 سال در افغانستان دخیل بودن اینا را سر گرده های مردم افغانستان سوار کردن و تا هنوز هم نگاه میداره برشان آمدن. خب این ما از شورای ملی شروع کنیم. اینا شورای ملی شما ببینید زمین های کابل جدید وقتی که میخواست خود کرزی برای افتتاح کنه از ترس علاگل مجاهد نتونست بره، چون تفنگ کشی کردن سرش. جنگ های ملا ترخیل و علاگل مجاهد شما دیدین که در انتخابات در پیش از او چقدر بروی همه اینا پریدن. در قوانین بیاین اینا یک چیزی که وارخطا هستن استادم شدم رای ما قبول کنه ایست که اینا بعد از رخصتی که امسال 7-8 روز بعد به رخصتی میرن، در اول ماه اسد از او طرف آمدن ولیسی جرگر نمیتونه دیگه قوانین تصویب کنه چون از یک سالشان کمتر میمانه، به این خاطر اینا عجله دارن، چیزایی که به درد خودشان میخوره اینا رو زودتر مسئولیت خود ادا کنه به منافع خود. در غیر از شما ببینین حالتی که استادای پنتون داره، جنگجالایی که امروز از سطح وزارت تحصیلات عالی، قانون تحصیلات عالی بیش از 6 سال از زندان از دولتی جرگه، چرا او رو تصویب نمیکنه؟ قانون من خوشگونت بود، قانون پولشویی شما دیدین که بالاخره عکس های از اینا فرد فرد ماندن که نه حاضر نیستن که بیا امضا کنه چون به منافیشان نبودن. همونطور شما اردوی افغانستان رو ببینید نیروهای امنیتی که هر روز کشته میده، به شما در پارلمان هم هر روز از این بسیار سوء استفاده ها میشه، اما هرگز به این فکر نبودن. بلند منزلا رو اکثرا شما اینجا ببینید به یک نحو اینا شریک هستن امراشان. شاروال اگر به گپشان نکرد اونو خیمه زدن، چون با واقعیت هم بود و جرات هم نکرد که فرد فرد از اینا رو افشا کنن، به خاطر که اونو باز گفتیم زده بندایی که به خودشان. و تو صدها مثال دیگر است دیگه هست که به سطح قانون نامده که افشا شد. این قانون شاید یک بسیار یک جزی از خواسته های زینا باشه که در سطح رسمیات آمده و مردم خبر شده. شما دیدین که چند وقت قبل که وزارت داخله بسیار به تنگ آمد یا افشا کرد، حداقل خود قانونی که وقت از به پارلمان بود
30 نفر بادیگارد داشت، محقق 30 نفر داشت، خود ابراهیمی فعلا 30 نفر داره بادیگارد، همونطور سیاف 40 نفر داشت، حاجی الماس 25 نفر داشت، فوزیه کوفی 15 نفر داشت. دیگه نمیتونه هر کدام از در قسمت مجازات یا مکافات شما ببینید در طول 10 سال عمر خود هیچ گاهی پارلمان حاضر نشده یک عضو خود به استیضاح یا به چی به مجازات برسانه. بارها دوستیشان گفتیم سارنوالی خواستن اجازه نداده ولسی جرگه. شما دیدین که یک فرد فوزیه سمکنه که در شورای ملی از خانمان بوده تا از مردم آمد، دوستیشان اجازه ندادن که به سارنوالی حاضر شوه یا برن. یگانه کسر که در اینجا مجازات شد یا تصمیم دست جمعی گرفتن در بین ازنا ملاله جویا بود. وقتی گفت که از پارلمان افغانستان یا از خانه ملت چی جور کرده اینا، شما امروز ببینیم که مردم چقدر به فغان آمدن و بسیار بسیار راحت اون کسی که علیه ازنا اعتراض کرد همشان متحد میشه. وقت برش فرق نمی کنه که اینا از کدام باند است، کدام گروه است. این مشکل مردم افغانستان.